آقای وزیر ممنون که با بی بی سی فارسی صحبت می‌کنید. هادی خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. شما میگویید فشار حد اکثری بر ایران گذاشته اید. تحریم ها هیچ نشانه ای از این هست که در این شرایط مقام های ایران بخواهند مذاکره کنند؟ هنوز هیچ نشانه ای از این ندیده ایم. ولی خیلی امیدواریم که این کار را بکنند. ما فکر می‌کنیم این چیزی است که مردم ایران از رهبران ایران میخواهند انجام دهند. هدف ما را به یاد داشته باشید هدف این است که نفوذ تنیسای ایران را در منطقه متوقف کنیم همینطور عملیاتش برای ترور در اروپا و حمایت از حزب لبنان که آمریکایی ها و اسرائیلی ها را تهدید می کنند. و استفاده از دارایی مردم ایران برای اینکه دور تا دور جهان حراس افکنی کند مردم ایران چنین چیزهایی نمی خواهند. این است که رهبری ایران را متوجه کنیم که این به نفع کشورشان یا به نفع مردم نیست و باید رفتارشان را عوض کنند. و اگر پای میز مذاکره نیایند قدم بعدیتان چه میتواند باشد درباره قدم بعدی حرف نمیزنیم امید داریم که رهبران ایران به این نتیجه برسند که نفعشان در این است که رفتار خود را عوض کنند مسئله فقط این نیست که بیایند پای میز مذاکره مسئله مذاکره نیست، مسئله تغییر رفتار است. آنها دارند به کسانی در یمن سلاح میرسانند. حوسی ها که به طرف ریاض و نقاط دیگری از خاورمیانه موشک پرتاب می‌کنند. این آمریکایی ها را تهدید می‌کند. در واقع خود ایرانی ها را هم تهدید می کند که به این نقاط سفر می کنند یا از فرودگاهشان عبور می کنند این خیلی تنش است تلاش های ما برای این نیست که مردم ایران را تنبیه کنیم در واقع کاملا برعکسش. هدف ما این است که رژیم ایران را وادار کنیم به این نتیجه برسد به نفع کشور خودشان نیست که اینطور رفتار کنند و مسیرشان را باید عوض کنند And to change their ways. شما میگویید مردم ایران را تنبیه نمی کنید میگویید تحریم ها مردم را هدف نگرفتند بله هدف نگرفتند ولی اگر به مردم و به زندگی آدم های معمولی لطمه بزند چطور؟ کسانی که دارن به زندگی ایرانی ها لطمه میزنن آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی هستند و مقامات ایران اینها کسانی هستند که امروز ایران را به مشقت می خودتان میبینید میبینید وقتی درباره اعتراض در ایران میخوانید وقتی مردم ایران فرصت داشته باشند حرف بزنن این را میبینید هرچند میدانیم وضعیت حقوق بشر چطور است به مردم ایران اجازه نمیدهند راحت حرف بزنند این رژیم ایران است که دارد این صدمه ها را به مردم ایران میزند نه بقیه دنیا و نه آمریکا ولی میگویید این یک رژیم دموکراتیک نیست میگویید رژیم به مردم اهمیت نمیدهد اما میگویید شما برای تا مردم مهمند برای ما مهم است خب پس اگر شواهد را ببینید که این تحریم ها در واقع دارد به مردم ایران صدمه میزند اگر شواهد را ببینید که واردات دارو به مشکلات میخورد هیچ فرقی برای شما میکند حادی خوشحالم که به دارو اشاره کردی. هیچ یک از تحریم هایی که اعمال شده جلوی کمک های بشر دوستانه را نمیگیرد گیرد. در واقع استثناهای بزرگی در نظر گرفته شده. البته که دارو مستثنا شده ولی همچنین فراگیرتر از آن برای محصولات کشاورزی هم استثنا در نظر گرفته شده تا مردم ایران بتوانند مواد غذایی هم داشته باشند ما تحریم هایمان را با مردم ایران تطبیق داده ایم و الان مسئولیت حکومت ایران است تا کار درست را انجام دهد با این ثروت ثروت هنگفت این کشور خارق‌الاده این مردم خارق‌الاده این کار حکومت است که به خاطر مردمش کار درست را انجام دهد گفتید که معافیت‌ها هایی برای تحریم ها است برای واردات دارو و محصولات کشاورزی ولی مسئله تبادل بانکی است. بی بی سی در این باره تحقیق کرده که این تحریم هایی که الان در حال اجراست این بخش از واردات را هم تحت تاثیر قرار میدهد. برای دارو و غذا جزئیات بیشتری درباره این معافیت ها ارائه خواهید کرد که دارو و غذا می تواند از همه تحریم ها مستثنا باشد. البته نه فقط معامله دارو مستثنا شده بلکه تبادلات مالی مرتبط با آن هم مجاز است. هیچ چیزی در این تحریم های دوباره اعمال شده نیست که جلوی این واردات را بگیرد. ما مطمئن هستیم که این روند به طور مناسبی جواب می ولی وقتی در عمل جلو بروید و شواهدی ببینید که بله ما دو کار انجام می دهیم این که چیزهایی که تحریم شده اتفاق نیفتد و چیزهایی که اجازه داده شده اتفاق بیفتند مجاز باشند و بتوانند انجام شوند فقط به یاد داشته باشید رهبری ایران است که باید تصمیم بگیرد که میخواهد مردمش بتوانند غذا بخورند یا نه آنها هستند که باید تصمیم بگیرند که میخواهند از ثروتشان برای واردات دارو استفاده کنند یا نه نه که از این ثروت استفاده کنند تا پول قاسم سلیمانی را بدهند که دور تا دور خاورمیانه سفر کند و عامل مرگ و ویرانی شود این انتخابی است که حکومت ایران باید انجام دهد که چطور ثروت ایران را استفاده کند اگر آنها میخواهند این ثروت را برباد دهند اگر رهبری ایران میخواهد آن را از بین ببرد اگر آنها تصمیم بگیرند این ثروت را طوری خرج کنند که به نفع مردم ایران است من خیلی مطمئنم که مردم ایران واکنش نشان میدهند و تلاش میکنند خودشان هم این مشکل را درست کنند در دوره دولت قبلی در ریاست جمهوری باراک اوباما همین اتفاق افتاد تحت همین تحریم ها که برای واردات دارو و غذا مشکلاتی درست شد امیدوارم این بار این اتفاق نیفتد. قصد ما این نیست. منتقدان شما میگویند ایران با ماندن در توافق هسته‌ای بهتر از آمریکا بازی کرده. در حالی که تنها هم پیمانان عمده آمریکا که از این سیاست در قبال ایران حمایت می‌کنند، اسرائیل و عربستان سعودی هستند، در آن طرف هم پیمانان اروپایی شما، چین، روسیه و حتی هندوستان می‌خواهند تجارت با ایران را حفظ کنند. جواد ظریف همتای ایرانی شما پیام ویدیویی منتشر کرده و در آن گفته آمریکا منزوی شده. حس می‌کنید منزوی شده اید؟ به شما میگویم چه کسی منزوی شده همان کسی که آمده میگوید منزوی نشده آقای ظریف ما اطلاف بزرگی داریم که از تلاش حمایت می کند صادرات نفت خام آنها به تقریبا همه کشورهای دنیا متوقف شده حتی قبل از اینکه تحریم ها دوباره اعمال شوند کشورهای اروپایی هستند که از ما حمایت میکنند کشورهای در سراسر خاورمیانه کشورهای در سراسر جهان که درک میکنند اقدامات پلید ایران نامناسب است حتی کشورهای سگانه اروپایی هرچند که آنها تلاش کردند در برجام بمانند آنها هم درک میکنند که رفتار ایران پلید است ایران یک طرح ترور در دانمارک داشت در قلب اروپا آنها هم این خطر را درک می کنند و آنها هم دارند شروع می جلوی رهبری ایران بایستند با و میگویند دیگر بس است مثل یک کشور عادی رفتار کنید و وقتی این کار را کردید باز هم به شما در جامعه کشورها خوش آمد میگوید. دموکرات ها خیلی از رفتار عربستان سعودی در یمن عصبانی بودند و همینطور درباره قتل خاشخچی. حالا که آنها در مجلس نمایندگان به اکثریت رسیدند، فکر میکنید آنها بتوانند موانعی برای سیاست خارجی شما در منطقه ایجاد کنند؟ مثلا شاید درباره فروش اسلحه به عربستان سعودی؟ این چقدر بر سیاست منطقه‌ای شما درباره ایران تاثیر می‌گذارد؟ دو نکته اول اینکه چالش یمن تا اندازه زیادی به گردن رهبری ایران است این رهبری ایران است که به تقویت حسی ها ادامه میدهد که به جنگ داخلی منجر شده که خیلی مرگ و ویرانی داخل یمن به بار آورده خیلی تصاویر را میبینید دل آدم میشکنند سعودی ها میلیون ها و میلیونها دلار کمک بشر دوستانه کردند هادی میدانی ایرانی ها چقدر پول برای کمک بشر دوستانه در یمن دادند شما بگویید. تقریبا هیچی. تقریبا هیچی. ولی تلفات غیر نظامی عملیات عربستان این تفاوت اساسی بین ماهیت انسانی این دو کشور است ایران عامل مرگ و ویرانی در یمن است و هیچ کاری نمی کند که جلوی قحطی و گرسنگی را بگیرد و سعودی ها میلیون ها و میلیون ها دلار می دهند. همینطور همین اماراتی ها که این خطرات و این لطمه ها را التیام دهد این مشکلی پیچیده است در این باره هفته پیش بیانیه دادم من خیلی امیدوارم که همه طرف‌های درگیر در یمن سلاحشان را زمین بگذارند مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن هم مامور پیدا کردن راه سیاسی در یمن است ولی این امکان پذیر نیست مگر اینکه ایرانی ها تصمیم بگیرند که آنجا حوثی ها دیگر خشونت نکنند اگر ایرانی ها چنین کنند می مسیری صلح آمیز برای آینده یمن پیدا کنیم من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفتد این عاقبت خوبی برای همه است